تیتر اول امشب شکسته شدن یک تابوی تاریخی با حمله مستقیم اسرائیل به اهدافی درون خاک ایران. گزارش ها از افزایش شمار نظامیان کشته شده در ایران به 4 نفر. امشب میبینیم اسرائیل به چه شیوه‌ای این حملات رو در 3 استان ایران انجام داد و میپرسیم آیا این آغاز شکل دیگری از رویاروی جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل است؟ به تیتر اول ویژه امشب خوش اومدید. وقت شما بخیر. بامداد امروز به وقت ایران سرانجام حمله مستقیم اسرائیل در 3 موج به اهدافی درون خاک ایران اتفاق افتاد. حملاتی موشکی و پهپادی در تهران، ایلام و خوزستان. در حالی که کشته شدن دست کم 2 نفر از نیروهای ارتش ایران در حملات اسرائیل تایید شده، برخی رسانه‌ها گزارش دادند شمار نظامیان کشته شده به 4 نفر رسیده. همچنین گزارش شده برخی هم زخمی شدند که حال تعدادی وخیمه. ارتش اسرائیل رسما اعلام کرده که در عملیاتی با عنوان روزهای پاسخ 10 سایت نظامی از جمله سیستم‌های پدافند هوایی و توانمندی‌های موشکی بالستیک در نقاط مختلف ایران رو هدف گرفته. جمهوری اسلامی مدعی حملات اسرائیل به مراکز نظامی رو پدافند هوایی ایران با موفقیت راهگیری کرده. همین ابتدا تصاویری ببینیم از لحظه برخاستن جنگنده‌های اسرائیلی که دقایقی پیش منتشر شد. در خبر فوری لحظاتی پیش ستاد کل نیروهای مسلح در اولین بیانیه‌اش اعلام کرد جنگنده های اسرائیل با استفاده از فضای در اختیار ارتش آمریکا در عراق و از راه دور تعدادی موشک دوربرد به سمت رادارهای مرزی شلیک کردند. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای مرتبط با حمله اسرائیل به ایران رو بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با اشکان صفایی همکارم که از اورشلیم با ما، همینطور مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که از مونیخ به ما پیوسته. اشکان، ساعاتی گذشته، حالا جزئیات بیشتری می‌دونیم از حمله‌ای که اسرائیل گفته بود به نوعی انجام خواهد داد، این بار که نش انکارش کرد و خودش هم مستقیما و رسما مسئولیتش رو به عهده گرفته، تصاویرش رو منتشر کرده و جزئیاتی هم ازش گفته. درسته، مسئولیتش رو به عهده گرفته، به شکلی انجام داده که نشه انکارش کرد، مسئولیتش هم بر عهده گرفته، اما به گفته برخی از رسانه ها همزمان به شکلی هم اون رو انجام داده که جمهوری اسلامی بتونه خسارتی که وارد کرده این حمله رو در واقع منکر بشه. دلیلش هم این هست که در واقع اگر جمهوری اسلامی بتونه بگه که این حمله خسارت چندانی نداشت یا تلفات چندانی نداشت، حالا تا الان که کشته شده 4 نفر رو تایید کردن، اما اگر که اینطور بگن جمهوری اسلامی شاید اون وقت بتونه در واقع به افکار عمومی هواداران خودش داخل ایران بگه که چرا ممکن هست حمله ای به اسرائیل انجام نده در واکنش، یا حمله ای کوچک انجام بده. اما آن چیزی که ما به صورت رسمی میدونیم از جزئیات این حمله این هست که ارتش اسرائیل 2 هدف رو گفته که زده، 2 مجموعه اهداف. یکی سامانه دفاع هوایی جمهوری اسلامی هست و دومی کارگاه‌های تولید موشک‌های زمین به زمینی که جمهوری اسلامی از اونها برای حملات به اسرائیل استفاده کرده بود. اما به گفته رسانه ها اسرائیل هنوز به طور کامل نگفته در واقع چه اهدافی رو زده، احتمالاً اهدافی بیشتر از این رو هم زده، از جمله انبارهای موشکی یا پهپادی جمهوری اسلامی و همچنین یک گزارش حالا در نیویورک تایمز حداقل بود از اینکه یک پهپادی هم به پارچین خورده، جایی که خب تحقیقات اتمی هم در اون انجام میشه. اون گزارش البته بجز در واقع هیچ منبع دیگری بجز نیویورک تایمز نداره. آن چیزهای دیگری هم که گفته شده، حالا باز هم در رسانه این هست که
بیش از 100 پرنده اسرائیلی در این حمله شرکت داشتن، شامل جنگنده های F-15 و F-16 که در همین تصاویر هم دیدیم و همچنین جنگنده های F-35 که در این تصاویر حداقل من ندیدم که نشون داده بشه. شاید به این دلیل که نمیخواست اسرائیل نشون بده اونها چه تسلیحاتی رو داشتند با خودشون حمل میکردند. و البته پهپادها و هواپیماهای سوخرسان و دیگران. در این مورد که آیا هواپیماها وارد آسمان ایران، حریم هوایی ایران شدند یا نه، ارتش اسرائیل مشخصا این موضوع رو نگفته، اما چیزی که گفته ارتش اسرائیل این هست که جنگنده ها 1500-600 کیلومتر مسیر رو طی کردند تا به هدف برسن و عملیات رو انجام بدن. و رسانه های اسرائیلی هم اشاره میکنن به اینکه جنگنده ها بخشیشون دست کم وارد آسمان ایران شدن. این 1500-600 کیلومتر اگر مسیری که باید از روی احتمالاً سوریه و عراق طی میکردن جنگنده ها رو در نظر بگیریم، مسیری هست که نشون میده که در واقع وارد آسمان ایران شدن دست کم برخی از این جنگنده. حالا تا چه حد پیش رفتن در آسمان ایران ما هنوز نمیدونیم. آقای کاظمی، لحظاتی پیشه که مرکز ارتباطات صدات کل نیروهای مسلح اولین بیانیش رو منتشر میکنه و به نظر میرسه همون خط روایی رو پیش گرفته که جمهوری اسلامی از دقایق اولیه پیش گرفت، کوچک شمردن حمله و اینکه موفقیت آمیز نبوده و خسارت چندانی به دنبال نداشته. مایلم قبل از اشاره به این اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح این رو تاکید کنم، از زمان حمله تا همین لحظه ای که ما با هم صحبت میکنیم هنوز هیچ مقام ارشدی در جمهوری اسلامی در این رابطه اظهار نظر نکرده، نه فرماندهان سپاه، نه فرماندهان ارتش، دولت یعنی رئیس جمهور، معاون اول او، شورای عالی امنیت ملی، علی خامنه‌ای، سران قوا، هیچ کس هیچ اظهار نظری تا این لحظه نداشته. اگر همین اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح هم نبود، عملا میموند خبرهای رسانه‌های اصلی در جمهوری اسلامی و تعدادی از نمایندگان مجلس. اما این اطلاعیه همونطور که شما گفتید همون خط تخفیف و تحقیر حمله اسرائیل رو پیش گرفته. در اطلاعیه میگه اونها از آسمان در اختیار آمریکا در عراق استفاده کردند و موشک‌های دوربرد هواپایش لیک کردند با سر جنگی 1/5 موشک‌های بالستیک ایران و ادعا میکنه که سیستم پدافند ایران به گونه‌ای عمل کرده که هیچ کدوم از پرنده‌های دشمن، منظورش احتمالاً هواپیماهای اسرائیلی، وارد خاک ایران نشدن و اشاره میکنه که به تعدادی از سیستم‌های راداری آسیب‌های جزئی وارد شده که یا ترمیم شدن یا همین الان در حال ترمیم هستن. اما باز در ادامه خیلی پاسخ شفافی در مورد اینکه آیا جمهوری اسلامی پاسخی خواهد داد ارائه نمیده. میگه ما حق پاسخ رو برای خودمون محفوظ میدونیم، اما به آتش بس در غزه و لبنان تاکید میکنیم. قبل از این ما فقط یک بیانیه پدافند رو داشتیم، ستاد پدافند کل کشور، که اونجا هم گفته بود که یک عملیاتی علیه سیستم‌های راداری و پدافندی در ایلام، خوزستان و تهران انجام شده. در کنار اینها چند نماینده مجلس مثل اسماعیل کوثری، حمید رسایی، امیر حسین ثابتی، اکثرا متعلق به یک جناح به اصطلاح تندرو در جمهوری اسلامی، که اونها تاکید کرده بودن مهم نیست حملات اسرائیل در چه سطحی بوده، اما اونها تابوی حمله به خاک ایران رو شکستن و باید پاسخ کوبنده تری بدیم. در کنار همه اینها میدونیم که دست کم 4 نیروی ارتش جمهوری اسلامی تا این لحظه اعلام شده که کشته شدن. برخی میگن حتی احتمال داره که تعداد کشته شده ها بیشتر از این باشه، اما اطلاع رسانی شفافی در این رابطه نشده. همه اینها در حالیه که مثلا در حالی که 4 کشته داشته دست کم بر اساس اخبار رسمی، مثلا مجری صدا و سیما در صدا و سیما مینشینه، میخنده و به نوعی سعی میکنه که اصل ماجرا رو تخفیف بده، اما خب همین هم با واکنش مردم روبرو شده. تا این لحظه به خاطر اینکه مقامات اصلی و ارشد در جمهوری اسلامی به طور خاص سپاه پاسداران هنوز هیچ واکنشی نداشتن، دقیقا نمیتونیم بگیم که جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه. اما خط رسانه‌ایشون حاکی از اینه که تلاش دارن با تخفیف و تحقیر و تقلیل حمله اسرائیل به خاک ایران توجیه کنن این رو که اگر در آینده نخواستن پاسخی بدن، دلیلی به اصطلاح برای افکار عمومی و برای مردم ایران داشته باشن. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ و همکارم اشکان صفایی از اورشلیم که با تازه‌ترین‌ها با ما بودن، ممنونم از هر دو.
اما در آمریکا دقایقی پیش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین واکنش رسمیش در مورد حمله اسرائیل به ایران گفت که امیدواره حملات اسرائیل به ایران به پایان رسیده باشه و گفته به نظر میرسه اسرائیل هیچ هدفی جز اهداف نظامی در ایران رو هدف قرار نداده باشه. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت و کامیزه غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند با ما همراه میشه. آقای معماریان، چیزهایی که می‌بینیم و می‌شنویم حاکی از اینه که این حمله رو اسرائیل با هماهنگی و اطلاع کامل از ایالات متحده پیش برده و انجام داده. کاملا همینطور هست و واکنش کاخ سفید به این حمله نشون دهنده این هستش که این حمله کاملا با هماهنگی ایالات متحده طراحی شده، یا حداقل جزئیاتش رو در میدونستن چی هستش. ایالات متحده در طی هفته گذشته کاخ سفید به اسرائیلیا گفته بود که یک جوری تاسیسات اتمی یا تاسیسات نفتی رو جز اهدافی که مورد نظر دارن قرار ندن و این مسئله بوده که به هر حال در هفته گذشته روش بحث زیادی میشد و پاسخ کاخ سفید یا اون بیانیه‌ای که منتشر کرده به نظر من اشاره میکنه به دو تا موضوع که خیلی حیاتی هست در این حمله. یکی مسئله این که کاملا هدفمند بوده این حملات که متناسب بوده، یعنی در واقع ایالات متحده از اسرائیل خواسته بوده برای اینکه شعله های جنگ فراتر از اون چیزی که الان هست نره و به هر حال بتونن که از نظر سیاسی از نظر نظامی بتونن کنترل کنن این حمله رو متناسب باشه. و کاری که اسرائیل کرد به نظر میرسه که به هر حال ما تا ممکن استش که هیچ وقت ندونیم که عمق خساراتی که جمهوری اسلامی دیده چقدر هست، چقدر تاسیساتشون خسارت دیده و ضربه خورده، ولی اون چیزی که میدونیم این هستش که این حملات دقیق بوده و رفته در چند مرحله یک سری از اهدافی رو مورد نظر قرار داده که برای جمهوری اسلامی مهم بوده و به علاوه یک پیامی رو به جمهوری اسلامی میده در خصوص اینکه توانایی های اسرائیل چقدر هست. ببینید فقط خود حمله نیست و خسارتی که در این مرحله وارد کرده، ولی دادن این پیام که چقدر توانا هست نیروی هوایی اسرائیل که بتونه که خسارت وارد کنه. از این جهت به نظر من خب واکنشا نشون دهنده این هستش که ایالات متحده راضی هستن از اینکه نوع حمله یک جوری بوده که یک شبه تمام شده و از نظر نوع حمله که فقط مراکز نظامی رو هدف قرار داده، جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار پیچیده قرار میده. همونطور که آقای کاظمی اشاره کردن، از همون دقایق اولیه بدون اینکه مقامات جمهوری اسلامی یا رسانه‌های جمهوری اسلامی بدونن که اساسا ابعاد این حمله چقدر هست، گسترش چقدر هست، چه جاهایی مورد هدف قرار گرفتن، شروع کردن به تحقیر کردن حمله، به خندیدن، به جو گفتن و اینکه نادیده گرفتن این مسئله. مشخص هستش که خط اصلی رسانه‌ای جمهوری اسلامی این بوده که یک جوری کم اهمیت جلوه بدن این حمله رو، حتی بدون اینکه بدونن که ابعاد حمله چقدر هستش. و دلیلش هم این هستش که امروز هم در رسانه آمریکا من می‌بینم که خیلی بهش اشاره کردن که واقعا این حمله جمهوری اسلامی در یک موقعیت پیچیده قرار داره واکنش نشون دادن، چون که اگر بخواد که واکنش نشون بده، بخواد یک حمله تلافی جویانه انجام بده، در موقعیتی نیستش که بخواد که این کار انجام بده، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ افکار عمومی داخلی. اساسا در هر متریکی که شما در متریک در بگیرین، جمهوری اسلامی در این موقعیت بسیار دشواری هست که بخواد واکنش نشون بده و حمله اسرائیل عملا یک جوری طراحی شده که خودش اینو مسئله رو سخت‌تر می‌کنه. بنابراین به نظر من امروز عمده بحثا توی رسانه آمریکا هم به این اختصاص داشت که جمهوری اسلامی با سیاستی که بعد از حمله پیش گرفته به نظر می‌رسه که احتمال پاسخ دادنش کم هست، چون اگر پاسخ بده قطعاً می‌دونن که خب اسرائیل در مرحله بعدی حملات جدی‌تری رو علیه ایران به هر حال انجام خواهد داد. آقای غفوری، با توجه به اهدافی که نهایتاً اسرائیل بهشون حمله کرد که اهداف نظامی با تمرکز به فعالیت‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بود، تونسته نظر غرب رو هم جلب بکنه. دقیقاً مسائلی بود که به ویژه اروپا نگرانی ازش داشت، از صادرات به روسیه تا حتی احتمال هدف گرفتن اهدافی در اروپا. بیانیه کشورهای مختلف اروپایی و خود اتحادیه اروپا نشون میده که در یک چیز مشترکن اکثر اونها، حق اسرائیل رو برای پاسخگویی به جمهوری اسلامی به رسمیت شناختن. این به اون معناست که جمهوری اسلامی رو متجاوز برمیشمارند و اسرائیل رو محق به دفاع از خود، به خاطر اینکه نابیلا ماسالی در واقع سخنگوی بخش سیاست‌گذاری امنیتی و روابط خارجی اتحادیه اروپا است، تاکید کرده که با در نظر گرفتن حق اسرائیل به پاسخگویی ما خواستار این هستیم که تنش‌ها کاهش پیدا بکنن.
خارج از اتحادیه اروپا، بریتانیا به همین صورت، کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا چیز مشابهی گفت خواستار کاهش تنش شد، اما باز به حق اسرائیل برای دفاع از خودش تاکید کرد. فرانسه خواستار کاهش تنش شد. من اینجا میبینم که صدر اعظم آلمان اولاف شولز هم گفته که پیام من به ایران واضحه، نمیتونیم به این واکنش های شدید دنباله دار ادامه بدیم. کمابیش واکنش ها شبیه به همند، چه در داخل اتحادیه اروپا چه بریتانیا، منهای یک استثناء که سوئیسی ها هستند. سوئیسی ها گفتن که تمام خشونت ها رو محکوم میکنن، از جمله حمله اخیر اسرائیل به ایران رو. یعنی اینکه سوئیسی ها یه مقداری فاصله گرفتن از اون موضع‌گیری بدنه اروپا و این حمله رو هم محکوم کردن. سوئیسی ها اون رو در توییتر اعلام کردن، توییتر وزارت خارجه سوئیس. من حتی روی وبسایتشون هم که رفتم ندیدم، سعی کردن که با یک درجه پایین تری این رو اعلام بکنن، یعنی نه وزیر خارجه اعلام بکنه، نه مسئولان دیگر دولتی و نه حتی سخنگو، صرفا در حد یک توییت بسنده کردن. همونطور که گفتم یک ذهنیتی وجود داره در اروپا، مخصوصا بعد از حمله روسیه به اوکراین، که این دو قطبی رو ایجاد کرده. از یه طرف می‌بینیم روسیه نوع دیگری واکنش نشون میده، الان در جناح جمهوری اسلامی است بیشتر. این مسئله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو اروپا خطری برای خودش هم لحاظ کرده به نوعی، و این واکنش رو در اون چارچوب به نظر من میشه درک کرد که اینها تا حد بسیار زیادی سعی میکنن که ایران رو محدودتر بکنن تا اسرائیل رو. کامیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند و امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت، از هر دوی شما ممنونم آقایون. اسرائیل بعد از 25 روز حمله موشکی جمهوری اسلامی رو با حمله هوایی به نقاط مختلف ایران پاسخ داد. هنوز همه جزئیات اون چه در بامداد امروز رقم خورد مشخص نیست و ابهامات و سوالات زیادی دربارش مطرحه. اما بیاییم ببینیم تا همین لحظه چی میدونیم از حمله‌ای که بامداد امروز رقم خورد. به اذعان مقام‌های جمهوری اسلامی از ساعت 2 تا 6 بامداد به وقت ایران، نقاط مختلفی در 3 استان، تهران، خوزستان و ایلام، هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. به گزارش نیویورک تایمز، 20 سایت نظامی ایران از اهداف حمله اسرائیل بودند. همزمان با انتشار خبر حمله به چند پایگاه نظامی در غرب و جنوب غرب تهران، چندین صدای انفجار شدید در حوالی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی شنیده شد. الان نیویورک تایمز گزارش کرده که یکی از اهداف حمله اسرائیل پدافند S-300 مستقر در این فرودگاه بوده. تصاویری هم از حمله به یک سوله در شهرک صنعتی شمس‌آباد در جنوب غربی تهران منتشر شده. IDF رسما اعلام نکرده که در حملهش به ایران از چه مدل و چه تعدادی از جنگنده‌هاش استفاده کرده، اما شبکه I-24 اسرائیل گزارش داده که در مجموع 140 جنگنده در این عملیات شرکت داشتند که علاوه بر F-15 و F-16 شامل جنگنده استراتژیک F-35 هم بوده. و شاید از همه اینها مهمتر این پرسش باشه که این جنگنده ها چه مسیری رو طی کردن و وارد حریم هوایی ایران شدن یا نه. مقام های جمهوری اسلامی حضور هر نوع جنگنده‌ای در آسمان ایران رو تکذیب میکنن. ارتش اسرائیل هم درباره حضور جنگنده ها در آسمان ایران اظهار نظر نکرده، اما اعلام شده که این جنگنده ها برای انجام عملیاتشون 1600 کیلومتر پرواز کردن که تقریبا معادل با مسافت بین تل آویو و تهران. همونطور که در این نقشه میتونین ببینین، در حالت ایدئال بهترین مسیر برای جنگنده های اسرائیلی عبور از حریم هوایی اردن میتونست باشه، اما این کشور اعلام کرده که در این حمله از حریم هواییش استفاده نشده. بنابراین تنها مسیر باقی مونده
عبور از آسمان سوریه و عراق میتونه باشه. با توجه به انتشار گزارش‌های از حمله منتصب به اسرائیل به چند واحد پدافند هوایی در سوریه و عراق میشه گفت احتمال بالایی وجود داره که حمله اسرائیل از مسیر آسمان عراق انجام شده باشه. همونطور که گفتم ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم دقایقی پیش در بیانیه اعلام کرد جنگنده‌های اسرائیل از عراق به سمت رادارهای مرزی در ایران موشک شلیک کردند. حمله به 20 هدف داخل ایران در 3 مرحله انجام شده. در وهله اول حمله متوجه پدافندهای ضد هوایی ایران بوده و در وهله بعدی سایت‌های موشکی و پهپادی و مراکز تولید اونا. بنابراین میشه گفت که هدف اسرائیل بیش از هر چیز تشدید فشار بر توان دفاع هوایی ایران بوده. و دست آخر نکته دیگه که میشه بهش اشاره کرد اینه که اسرائیل از قرار معلوم این بار در حملهش به ایران در هماهنگی کامل با آمریکا عمل کرده و به همه توصیه های کاخ سفید گوش داده. جالبه بدونیم که از بامداد شنبه تا ساعتی پس از پایان عملیات اسرائیل چند فروند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا در مرز بین ایران و عراق در پرواز بودن. اما این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با فرزین ندیمی تحلیلگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه شدن. آقای ندیمی، پیش از هر چیز راجع به این بیانیه نیروهای مسلح صحبت کنیم که تأکید می‌کنه که از فضای عراق استفاده شده، فضایی که ایالات متحده در عراق داشته، این رو چقدر دقیق می‌بینید؟ از فضای عراق حتما استفاده شده، ولی آیا موشک‌ها روی فضای عراق شلیک شدن کاملا با دقت نمیشه گفت. در حمله 19 آوریل اسرائیل موشک‌هاش رو از روی مناطق شرقی سوریه شلیک کرد و این موشک‌ها در روی عراق مخزن سوختش جدا شدن و سر جنگی ادامه مسیر داد. این امکان وجود داره که به خاطر برد بیشتری که نیاز بوده برخی از این موشک‌ها داشته باشن، شلیک موشک‌ها یه مقدار جلوتر از آسمان عراق انجام گرفته. ولی حتی اگر از آسمان عراق هم انجام گرفته باشه چندان ارتباطی به آمریکا نداره. عراق آسمانش رو الان سالهاست که از کنترل آسمانش رو از آمریکا گرفته و در واقع این مسئولیت دولت عراق هستش که باید بر آسمان خودش کنترل داشته باشه. ایالات متحده یک حضور نظامی داره در عراق، ولی حضور نظامی شامل کنترل بر ترافیک هوایی یا امنیت آسمان این کشور نیستش. به هر حال اینا موشک‌هایی بودن که به تعداد قابل توجه از آسمان سوریه یا عراق شلیک شدن به سمت اهدافشون و با دقت خیلی زیادی به نظر می‌رسیده که به هدفشون رسیدن و تونستن که اونا رو نابود بکنن. حالا این هدف ها چی بوده؟ همونطوری که در گزارش‌های نظامی اسرائیل اومده، در بیانیه‌شون اومده، چند هدف مشخص داشتن. پدافند هوایی بوده. به نظر می‌رسید که بیشتر سعی شده اون دسته از سیستم‌های پدافند هوایی نابود بشه یا بهشون آسیب زیادی وارد بشه که برای ایران چندان قابل جایگزینی نباشه، مثل سیستم‌های S-300 یا رادارهای نبو و نبو ام که از روسیه وارد شدن و حالا ارتقا پیدا کردن در داخل ایران یا تعمیراتش در ایران انجام شده، ولی اینا رادارهای روسی هستن و اینا رو اگه ایران بخواد دوباره از روسیه خریداری بکنه در این شرایط جنگی که روسیه خودش نیاز داره به رادار مشابه، کار آسونی نخواهد بود. از طرف دیگه به نظر میرسه که برخی از صنایع و کارخونه های نظامی ایران به طور خیلی سمبولیک یا نمونه‌ای گرفته شده و اونا رو نابود کردن یا بهشون صدمه زدن. در برخی فیلم ها و عکسایی که من دیدم صدمات قابل توجه بوده، حتی به کارخونه‌هایی که چندان شناخته شده نیستن و جز به اصطلاح شرکت های دانش بنیان خصوصی محسوب میشن، ولی همکاری نزدیکی با صنایع نظامی دارن و امکانات مورد نیاز اونا رو تامین میکنن. در مورد حمله به منطقه خجایل و پارچین هم احتمال زیاد تمرکز این حملات موشکی روی صنایع موشکی شهید باکری بوده که موشک‌های سوخت جامد و موتورهای موشک‌های سوخت جامد رو تولید میکنه و ما میدونیم که موثرترین موشک‌هایی که در حملات اخیر به اسرائیل مورد
استفاده قرار گرفته و شلیک شده موشک‌های سوخت جامد بودن و شاید اینجوری اسرائیل می‌خواسته این پیام برسه. هنوز من فکر می‌کنم اینا در مرحله پیام دادن و پیام گرفتن هستن. یعنی ندیمی همون این که میگین پدافندها رو هدف قرار داده، آیا کار اسرائیل رو احیانا در حمله‌های بعدی آسان می‌کنه؟ یک مسئله هم که همین الان مطرحه اینه که به هر حال مراکزی در تهران در پایتخت هدف قرار گرفته، همزمان به دو استان دیگر هم حمله شده. به نظر میرسه دسترسی به شکل پیچیده‌ای نبوده، به راحتی انجام شده، درسته؟ بله بله، خیلی راحت بوده و خیالشون هم راحت بوده. به هر حال این مشکل رو از خارج حریم هوایی ایران شلیک کردن، هیچ خطری برای خلبانهای اونا تا جایی که ما میدونیم به وجود نیامده. البته گفته میشه از F-35 هم استفاده شده. من فکر نمی‌کنم F-35 صرفا برای شلیک مشکل‌های هواپایی دوربرد استفاده شده باشه. استفاده از F-35 یعنی نفوذ به حریم هوایی طرف مقابل. این احتمال رو میشه نزدیک به یقین دونست که حداقل برای آزمایش کردن پدافند هوایی ایران و پوشش رادار ایران، اسرائیل در مناطقی هواپیمای F-35 خودشون نفوذ داده، حتی اگر اونا به طور مستقیم در درگیر شدن با هدف‌های زمینی نقش نداشته باشن. ولی همونطور که عرض کردم، مناطق پدافند هوایی تهران در خوزستان و ایلام، یعنی مسیرهای هوایی که از غرب و جنوب غربی احیانا اسرائیل مورد نیازش بوده برای حمله کردن به تهران، پایتخت ایران و همینطور سایت های حساس هسته‌ای و مرکز ایران، از این مسیرها باید انجام می‌گرفته. همونطوری که برای آماده کردن محیط شلیک موشک ها اول میرن پدافند سوریه رو میزنن، این کار در آوریل انجام گرفت و همین چند روز پیش هم انجام گرفت. در این مورد هم این پیام این بوده به ایران، به نظر من حمله در تهران انجام گرفته که قابل تکذیب نباشه و مردم آثارش رو ببینن و از طرف دیگه نشون بدن که ما میتونیم به رینگ پدافندی پایتخت هم ضربه بزنیم با راحتی و در مراحل بعدی اگر این درگیری و این تشدید ادامه پیدا بکنه، این موشک‌ها ممکنه سر از مناطق خیلی حساس داخل پایتخت در بیارن. در این صورت با توجه به دقت خیلی بالایی که موشک‌ها دارن، موشک‌های سری راکس و سپارو میتونن تا 3 متر دقت داشته باشن حداقل و خیلی دقیق هستم، دقیقا به هدفشون اصابت میکنن، مسیر غیرقابل پیشبینی رو میتونن براشون طراحی بکنن و به نظر میرسه که خیلی موفق بودن در نابود کردن اون قسمت هایی خاص از پدافند هوایی ایران که قابل جایگزینی نیستن، در مقابل هواپیمای پنهانکار راداری میتونن موثر باشن و در این حال ممکنه برخی از رادارهای OTH یا رادارهای فرا افق نگر هم آسیب‌های بهشون وارد شده باشه، که اینا رادارهایی هستن که میتونن تا برد 1000 کیلومتر موشک‌های بالستیک و تا برد 600-650 کیلومتر هواپیماهای معمولی رو شناسایی بکنن و آسیب زدن و از بین بردن این رادارها که منطقه اهواز هست، در ایلام هستش و در تهران، میتونه باعث بشه که اسرائیل با فراغ بال بیشتری بتونه به عملیات هوایی در منطقه عراق و سوریه انجام بده و احتمال هم هست که صحبت ایلام که شد، ممکنه سایت نخجیر مورد حمله قرار گرفته باشه، یک سایت بسیار حساس شناسایی الکترونیکی و رادری هست در کوههای استان ایلام، نزدیک ایلام، که میتونه معادل سایت مانت هرمون اسرائیل در بلندهای گولان هست و چون ایران چند دفعه تلاش کرده که به روش مختلف به این سایت حمله بکنه، شاید اسرائیل خواسته به این ترتیب تلاش کنه. سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. اما در اسرائیل رهبران اپوزیسیون با وجود تقدیر از ارتش برای عملیاتش از نتانیاهو برای انتخاب محدود اهداف نظامی انتقاد و اعلام کردند که باید ضربات بیشتر و جدی‌تری به جمهوری اسلامی میزد. یائیر لاپید رهبر اصلی جناح مخالفان سیاسی بنیامین نتانیاهو در پارلمان اسرائیل گفته تصمیم حمله نکردن به اهداف استراتژیک و اقتصادی ایران اشتباه بود. پیشتر رهبران اپوزیسیون نتانیاهو را برای حملات گسترده به اهداف راهبردی اقتصادی و هسته‌ای ایران زیر فشار گذاشته بودند. در همین رابطه مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما همراه میشه. مهر جاودانفر، با وجود این فشارها بود که نهایتاً اسرائیل تصمیم گرفت که به مراکز نظامی حمله بکنه. چقدر فکر میکنین که در آینده هم اسرائیل ممکنه که به مراکز هسته‌ای حمله بکنه و این حمله به نوعی مقدمه‌ای بوده برای حملات بیشتر؟ بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌های خارجی چاپ شده، اسرائیل حمله کرده و از بین برده رادارهای اصلی سیستم‌های پدافند ایران و
به نظر میاد که یکی از دلایلی که اسرائیل این کار رو کرده این است که کاملا در آینده بتونه به مراکز هسته‌ای ایران حمله بکنه بدون اینکه جمهوری اسلامی ایران بتونه از سیستم‌های پدافندی خودش استفاده بکنه برای انهدام هواپیمای اسرائیلی. و اینکه الان اسرائیل موفق شد که رادارهای اصلی بر اساس گزارش‌ها ایران 5 تا رادار مرکز رادار داشت برای رصد و برای رصد هواپیماهای خارجی، یک اولیش رو بر اساس در ماه آوریل اسرائیل نابود کرد و الان 4 تا دیگه هم که مونده بودن در به نظر میاد بر اساس گزارش ها دیشب، یعنی امروز صبح از بین رفتن. پس این بقیه که چند دلیل داشته، یکی اینکه اسرائیل بتونه حملات خودش رو امروز انجام بده، یه دلیل دیگه هم این بوده که اسرائیل تونسته قفل و در رو باز کنه و در رو باز بذاره برای حملات آینده، البته اگر لازم باشه برای علیه تاسیسات اتمی ایران. و به نظر شخصی من بعد از اینکه رهبران ایران دیدن که اسرائیل بر اساس گزارش ها میتونه به یک چنین اهدافی رو برسه به صورت به این دقیقی، خودشون میدونن که الان برنامه اتمی ایران در آینده میتونه هدف قرار بگیره، که اسرائیل قدرت هدف قرار گرفتن برنامه اتمی ایران رو داره و میتونه به اون برسه و میتونه به اون حمله بکنه و خسارت‌های زیادی بده. چقدر فکر میکنین که اسرائیل میخواد به هر حال با جمهوری اسلامی در این مقطع روبرو بشه؟ پیشتر در مورد حزب الله هم میگفتن که نه، قصد رویارویی مستقیم رو نداره، اما این اتفاق افتاد. در حال حاضر برای اسرائیل بسیار مهم است دیدگاه آمریکا، دیدگاه آقای بایدن. یکی از مهمترین دلایلی که، البته میتونه دلایل دیگه هم باشه، ولی یکی از مهمترین دلایلی که ما ازش با خبر هستیم این است که آقای بایدن نمیخواد الان که بخوان وارد حدود 2 هفته دیگه در آمریکا تقریبا انتخابات دارن، نمیخواد حالا اون یک بحران هسته‌ای داشته باشه و از در حال حاضر برای همین اسرائیل حمله نکرد. و حمایت آمریکا برای اسرائیل یکی از مهمترین دستاوردهای حمله بود، هم حمایت نظامی با استقرار سیستم‌های ضد موشکی در اسرائیل، هم حمایت دیپلماتیک که برای اسرائیل بسیار مهمه. پس در حال حاضر تصمیم گرفته که حمله نشه، ولی در آینده به نظر من حمله امروز اتفاقا میتونه شانس رسیدن به یک توافق جدید هسته‌ای رو بالا ببره، چون الان در ایران فهمیدن که چقدر الان بعد از عملیات اسرائیل حمله کردن به تاسیسات اتمی ایران میشه گفت نسبتاً آسان‌تر شده، چون پدافندهای ایران منهدم شدن، رادارهای پدافند. سپاسگزارم مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما همراه بودن. اما با تمام شدن حمله اسرائیل به اهداف نظامی در ایران، گمانه‌زنی‌ها از پاسخ و واکنش تهران افزایش یافته. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر تاکید کرده بودند که اگر حمله‌های اسرائیل به ویژه به زیرساخت‌های نفت و انرژی یا تأسیسات هسته‌ای خسارات گسترده و تلفات زیاد وارد کنه، تهران تلافی خواهد کرد. وزارت امور خارجه ایران هم گفته جمهوری اسلامی خود را محق و موظف به دفاع می‌دونه. در همین رابطه امروز می‌شیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما همراه شده. آقای نامور حقیقی، اما پس از حمله دیدیم که نگاهشون به چه شکل بود، هم حرفی از تلافی گسترده نزدن، سعی کردن موضوع رو تقلیل بدن، اما یه نگاهی بکنیم به جوری که جمهوری اسلامی بازی کرد، تابویی رو شکست، حملات موشکی که به اسرائیل انجام داد و تابوی بزرگی شکسته شد، حمله مستقیم اسرائیل به خاک ایران. بله، با سلام خدمت شما خانم سارمی و بینندگان عزیز. کاملا همونجور که شما فرمودید، یک چیز بزرگی اتفاق افتاده بود که تا حالا در 40 چند سال گذشته علارغم تخاصمات مستقیم و غیر مستقیم رخ نداده بود. اما یه نکته کلیدی، این درس بزرگی است که ما میتونیم بگیریم از تاریخ 40 چند ساله بعد از انقلاب در مورد بحران ها، که حالا هم صدق میکنه، اینی که برای جنگیدن و جنگ کردن همیشه فرصت هست، فرصت های بسیار زیادی هست، اما برای صلح کردن فرصت های بسیار محدود و نادری هست. من فکر میکنم الان یکی از اون لحظه هایی است که فرا رسیده. علتش هم همینجور که گفتید، ایران اومد با علیه یک کشوری که بمب اتم داشت 2 بار حمله مستقیم کرد، که یک بارش که قطعا با توافق و هماهنگی آمریکا انجام شده بود و همه چیز کاملا ستاپ شده بود. حمله اسرائیل هم کاملا هماهنگ شده بود، حتی سری قبل هم حمله کرد به ایران، ولی ایرانی ها سعی کردند خیلی مطرحش نکنن، اسرائیلی هم نمیخواستن نشون بدن خیلی مهم نبود، و بار دوم هم انجام داده. بنابراین عده زیادی میگفتن علت این حمله ایران این است که پشتوانه هسته‌ای داره که تونست این کارو بکنه، در حالی که اینجوری نبود.
و توی محاسباتی انجام دادن که این محاسباتش بخشش هم به نظر میرسه که روسیه به ایران منتقل کرده بود، که گفته بود که اگر شما نزنید مثل حزب الله هم رهبرانتون رو میزنن و هم موشکاتون رو قبل از که استفاده کنید از کار خواهند انداخت. بنابراین روی اون همین مسئله حمله اول اکتبر انجام شد. اما الان چند تا اتفاق بزرگ افتاد. اینی که آمریکا واقعش اینه که محور اصلی بود، هم در کنترل اسرائیل در نوع زدن، در حمایتش بردن موشک تاد، و میدونید نیم ساعت قبل از عملیات هم آقای گالانت با چیز وزیر دفاع آمریکا گفتگو کرد که کاملا مشخص همه نقاط با هم هماهنگ شده بود. از اون طریق آمریکا هم خود آمریکا هم اسرائیل هم به ایران پیام داده بودن که این برای این است که مسئله در حقیقت بشه صفر صفر و کسی دیگه بعدش اقدامی نکنه. از نوع تبلیغاتی هم که داده میشه به نظر میرسه که تلویزیون ایران که به جز برخی مجریاش سعی نمی‌کردن خیلی هات نشون بدن، و از هم مهمتر این است که اگر ایران الان بین دو راهی قرار گرفته، اسرائیل هم الان همینه، اینی که اگر پاسخ بده ایران وارد چون انتخابات آمریکا هم تموم خواهد شد، من فکر کنم تا قبل از انتخابات آمریکا ایران سه تا کار خواهد کرد: دیپلماسیش رو فعال خواهد کرد، تو شورای امنیت میره شکایت میکنه و سعی میکنه با اروپا، کشورهای عربی و اینا جمع نزدیکی به خودش رو فراهم کنه، هرچند که روسیه و چین بی تفاوت ترین و خونسردترین موزه ها رو داشتن برخلاف انتظاری که ایران فکر میکرد اینا خیلی ازش حمایت میکنن. و از همه مهمتر این است که بعد از انتخابات میتونه تصمیم بگیره که چیکار بکنه، ولی من بعید میدونم که بخوان وارد همچین قضیه بشن. علتش هم این است که اگه ایران وارد پاسخگویی بشه، نتایجش برای تمامیت ارضی، توسعه ایران و اقتصاد ایران نابود کننده است. یعنی شما در همین مرحله چی آقای نامبر حقیقی، در همین مرحله چه ضررهایی رو متوجه ایران کرد جمهوری اسلامی با سیاستهایی که پیش گرفت؟ بله، اصلا سیاست نابودی اسرائیل از اول غلط بوده، به خصوص حالا میگم اوایل انقلاب بود، رادیکالیسم نوبر قابل فهم بود، ولی واقعا بعد از دهه 70 80 به خصوص از موقعی که عربستان پیشنهاد صلح عربی یا همون طرح ملک عبدالله رو گذاشت روی میز، ایران همون فرصت بزرگ تاریخی صلح از دست داد و میلیاردها دلار خسارت اقتصادی زده به کشور، بحث هسته‌ایش رو هم گره داده به اون موضوع، و بزرگترین فرصت‌های یک کشوری که بزرگترین منابع گاز و انرژی داره از دست داد. شما ببینید ایران تنها انقلابی است که انقلاب پولدار بوده، یعنی تمام انقلابات روسیه، فرانسه و چین رو مقایسه کنید، اینا در موقع ورشکستگی تحویل دادن. انقلاب ایران تنها انقلابی با 500 میلیارد دلار، یعنی 40 میلیارد دلار اون موقع 500 میلیارد دلار کش به ایران تحویل داد. الان وضعیت اینجوری، من فکر میکنم خود مقامات هم الان متوجه شدن توان تکنولوژی و نفوذ اسرائیل، به خصوص بعد از که ایران در سوریه دخالت کرد، ضربه های امنیتی بزرگی به ایران خورده شد. علتش هم این است که تمام اون نیروهایی که استفاده میکرد سپاه اکسپوز شدند، یعنی آشکار شدن توی اسرائیل، اسرائیل درک جدیدی پیدا کرد و خیلی هاشون هم خریداری شدن، که دیدید توی عملیات ها از جمله زدن نصرالله نفوذی که بر نفوذ از طریق نفوذ الکترونیک نبوده، نفوذ انسانی بوده، مسئله پیدا کرد. من فکر میکنم که موضوع تخاصم بدون ترک تخاصم بدون شناسایی اگر از این مرحله عبور کنن و ایران نخواد دوباره ادامه بده، حالا شعار مهم نیست، در عمل نخواد ادامه بده، قابل دسترسی و شرایط اقتصادی، بحث جانشینی و شرایط اجتماعی جامعه ایران هم اینو حمایت میکنه. از همه مهمتر به این نکته مهمه، جامعه ایران حمایت نمیکنه از یه جنگ دیگه، و حکومت هم اینو خوب میدونه. نمونهش هم تلویزیونه، هیچگاه شما نمیبینید یک مناظره صورت بده یک مخالف و موافق این سیاست اسرائیل بیام تلویزیون، و این خودش نشون داده میدونن که جامعه چطوری فکر میکنه. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزارم از شما این نامور. پس از حمله های هوایی اسرائیل به نقاطی در ایران، برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان، ترکیه، عراق، امارات، پاکستان، عمان، اردن، مصر، لبنان، کویت، سوریه و قطر این حمله رو محکوم کردند. شماری از این کشورها حمله اسرائیل رو نقض حاکمیت جمهوری اسلامی خواندند، همزمان با ادامه گمانه‌زنی ها مبنی بر استفاده اسرائیل از آسمان کشورهای منطقه برای حمله به ایران. رویترز به نقل از یک مقام سعودی نوشته در جریان حمله اسرائیل حریم هوایی عربستان مورد استفاده قرار نگرفته. پیشتر رسانه های اردنی هم به نقل از یک مقام نظامی این کشور خبر داده بودند که هیچ جنگنده ای اجازه پرواز از حریم
حریم هوایی اردن رو نداشت. در همین رابطه قصان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما همراه میشن. آقای آشور، خیلی عاقلانه شاید بشه گفت کشورهای منطقه از ابتدای تنش‌های بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران بازی کردن، برخلاف جمهوری اسلامی که نهایتاً کار رو به جایی کشون که حمله مستقیم انجام بشه، کشورهای منطقه بسیار محتاطانه به جا وارد شدن، به جا سکوت کردند، به نظر میرسه به جا هم محکوم میکنند. بله، بالطبع حتی قبل از این حمله که اتفاق بیفته، وزیر خارجه ایران به تمام این کشورها رفت، به اونهایی که نرفت از طریق دیگران پیغام داد و در واقع حتی می‌بینیم مصر هم در حمایت از کشورهای دیگر عربی منطقه، حتی مصر هم محکوم کرده که به ایران نشون بدن که اصولا اینها تمایلی به این ندارن که اسرائیلی‌ها به ایران حمله بکنه. حالا چرا اینها اصرار می‌کنن که موقعیت در واقع موضعشون رو توضیح بدن؟ به خاطر این هستش که ایران هم قبل از اون به طور واضح گفته بود که در صورتی که تأسیسات نفتی ایران هدف قرار بگیره، تأسیسات نفتی کشورهای دیگر رو خواهد زد و اجازه نخواهد داد که نفت مثلا خارج بشه. حالا این ضرر بسیار زیادی برای اروپا و برای آمریکا، خاصتا برای اروپایی‌ها خواهد داشت، مخاطب اینکه قیمت نفت رو به طور ناگهانی ممکن استش حتی تا دو برابر بالا ببره. بنابراین اینها نه تنها به طور خصوصی به وزیر خارجه ایران گفتن که این اجازه رو نخواهند داد، بلکه به اسرائیلی ها و آمریکایی ها هم گفتن که ما نمیخوایم از فضای ما استفاده بکنیم. با اینکه اگر اسرائیل میخواست مثلا از بالای اردن یا حتی عربستان سعودی پرواز بکنه، این قدرت رو داشت که با توجه به هواپیماهای مدرنی که داره، رادارگریز هستن، بتونه که از اونجا هم در واقع وارد بشه. خاصتاً اینکه سیستم های دفاع هوایی عربستان سعودی به طرف ایران نشانه رفتن، یعنی که اون مقداری هم که داره، عربستان سعودی کشور بزرگی هستش و نمیشه همش رو در واقع پوشش داد. بنابراین این سیستم هایی هم که داره با توجه به حملات گذشته ایران در سال 2019 و تأسیسات نفتی عربستان به طرف ایران هستش در واقع، و از اون طرف از طرف اردن و اسرائیل باز هستش، بنابراین اینها میتونستن استفاده کنن، اما در واقع اینها گفته بودن که استفاده نکنید. حالا اسرائیل چیکار کرد؟ میاد از هوای از فضای عراق و سوریه استفاده میکنه، به خاطر اینکه در واقع اینها متحدان ایران هستن و ایران نمیتونه انتقام بگیره. اگر از فضای کشور دیگر استفاده میکرد، این ایران به اینها هشدار داده بود که ما از شما انتقام میگیریم. بنابراین از فضای کشورهای استفاده کرد که متحد ایران هستن و اصولا تأسیسات نفتی اینها مثلا مثل سوریه اهمیت زیادی نداره. بنابراین این قضیه کلن بین همه اطراف هماهنگ شده بود. خود ایرانی ها هم میدونستن که احتمال زیاد از فراز عراق خواهد بود حمله و آمادگی برای اون داشتن. حالا چقدر تونستن جلوی اونو بگیرن به زودی واضح خواهد شد. اما کشورهای عربی بالطبع نمیخوان که در واقع قربانی جنگ بین ایران و عربستان، ایران و اسرائیل بشن، یا قربانی جنگ بین ایران و آمریکا. سپاسگزارم از شما قصدان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستون با ما همراه بودن. با افزایش نگرانی ها از درگیری ایران و اسرائیل در یک جنگ تمام عیار، کاخ سفید اعلام کرد آمریکا در حمله به اسرائیل به ایران مشارکت نداشته. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به CNN گفته جو بایدن هفته پیش در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو را به طراحی یک حمله تلافی جویانه تشویق کرده تا از حمله های آینده علیه اسرائیل جلوگیری بشه. وال استریت ژورنال هم به نقل از یک مقام ارشد دولت بایدن نوشته اسرائیل توصیه های واشنگتن رو برای محدود کردن حمله ها اجرا کرده. به گزارش واشنگتن پست، اسرائیل حمله به ایران رو به این امید محدود کرد که فعلا تنش ها رو کاهش بده. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از میلند با ما همراه هستن، به ما میپیوندن. آقای سمیعی، اگر در این مرحله متوقف بشه تنش‌ها، جمهوری اسلامی پاسخی نده و فعلا ماجرا مسکوت بمونه، دستاورد مهمی خواهد بود برای دولت بایدن. با درود به شما بانو صارمی عزیز و مردم عزیز ایران، بایستی عرض بکنم کاملا این گونه هست. اما مسئله ای که وجود داره این هست که آیا جمهوری اسلامی اون نابخردی که تا الان استفاده کرده رو و به کار بسته رو میخواد ادامه بده، یا اینکه حداقل کوشش بر این خواهد کرد که بخواد رفتاری رو انجام بده که اسرائیل هم نخواد مجدداً به ایران حمله ای داشته باشه. به همین خاطر هست که در حال حاضر در محافل امریکا این گفته شده که این تقریباً یک
پیروزی برای ایالات متحده فرای این که چه حزبی بخواد در انتخابات چند روز آینده پیروز بشه هست، به این دلیل که تونستن از یک فاجعه بسیار بزرگ که یک جنگ دیگری در خاورمیانه باشه جلوگیری بکنن و بتونن حداقل اسرائیل رو به این امر مجاب بکنن که در حال حاضر خیشتنداری و عدم حمله به یکایک مناطق نظامی جمهوری همگیشون بستگی به این داره که تا چه میزانی این مسئله میتونه پیشرفت بکنه و تا چه میزانی این خیشتنداری و توانمندی اسرائیل رو دولت امریکا میتونه هواشو داشته باشه. در غیر اون صورت من فکر میکنم واقعا جمهوری اسلامی اگر فکر حمله مجدد به اسرائیل رو داشته باشه یک جنگ تمام عیار در انتظار جمهوری اسلامی خواهد. سپاسگزارم از شما سمی که با توجه به شرایطتون در مسیر هم بودیم با ما همراهی کردی. یک مهمان ویژه هم داشتیم پشت سر شما که در سکوت همراه ما بود، شاهین سمیعی کارشناس مسائل امنیت ملی که از ویرجینیا ما رو همراهی کردن. بعد از حمله اسرائیل به ایران، مرکز مبارزه با جرم سازمان یافته اطلاعات سپاه در اطلاعیه‌ای ارسال تصویر یا خبر را برای آنچه که این نهاد رسانه‌های معاند و مرتبط به اسرائیل خوانده جرم اعلام کرده. بر این اساس هر فرد یا گروهی یا دول خارجی متخاصم همکاری بکنه به 1 تا 10 سال حبس محکوم میشه. همزمان با وجود تاکید رسانه‌های حکومتی بر عادی بودن شرایط و بی اهمیت جلوه دادن حمله اسرائیل در روزهای اخیر، دادستانی تهران علیه یک سایت خبری به علت پوشش ضد امنیت ملی در رابطه با تحولات منطقه اعلام جرم کرده. چند فعال فضای مجازی هم تذکر گرفتن و برای تعدادی هم پرونده قضایی تشکیل شده. محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو با ما همراه شده. آقای اولیای فرد، آشناست فکر میکنم برای هممون، یک رویدادی اتفاق افتاده، طرفش هم اصلا مردم ایران نیستن، یک کشور دیگریه که حملاتی رو در ایران انجام داده و آثارش متوجه مردم ایران، اگر از یک رویدادی عکس بگیرن یا راجبش اظهار نظر کنن. بله همینطوره، اصولا زمانی این هشدارها در واقع صادر میشه که حکومت در واقع میدونه که مردم نسبت به اون موضوع زاویه دارن. ما میبینیم که وقتی که مثلا هنیه کشته میشه در تهران یا حسن نصرالله ترور میشه، حکومت هشدار میده که در فضای مجازی نباید علیه این موضوعات مردم مطلب بنویسن. بنابراین از اونجایی که حاکمیت میدونه که این جنگ مردم ایران نیست و مردم ایران قبول ندارن این جنگ رو و مردم زاویه دارن با این موضوع، این هشدارها رو معمولا اعلام میکنه. اما موضوع این هستش که اساسا این مطلبی که سپاه اعلام کرده که خبر یا ارسال ویدیو به رسانه‌های خارجی میتونه مصداق جرم باشه، مصداق همکاری با دول متخاصم باشه، اساسا نه تنها ارسال صرف ارسال خبر و عکس و ویدیو همکاری با دول متخاصم نیست، بلکه اساسا جرم نیست، به دلیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ماده 2 قانون مجازات اسلامی و قاعده فقهی عقاب بلا بیان. مهمترین موضوع اینجا هستش که در واقع با توجه ماهیت شکلی و حقوقی بین رسانه و دولت، ارسال خبر و عکس و ویدیو حتی به رسانه‌های مخالف نظام همکاری با دولت متخاصم و دول متخاصم محسوب نمیشه. ضمن اینکه مرجع معرفی دولت یا دول متخاصم قوه مجریه و خصوصا وزارت امور خارجه هستش، نه سپاه، نه قوه قضاییه. در آخرین استعلامی هم که در واقع اداره کل حقوق بین الملل وزارت امور خارجه در مورد دول متخاصم صادر شده به دادگاه این بوده که کشور ایران با هیچ کشوری در حال تخاصم نیست، ضمن توجه به تفاوت بین کشور دشمن و کشور متخاصم. هر کشور متخاصم میتونه دشمن تلقی بشه و هر کشور دشمنی ولی متخاصم و در حال جنگ با ایران تلقی نمیشه. و در آخرین موضوع این هستش که باید توجه بکنیم که همکاری با دول متخاصم زمانی احراز میشه که در واقع شخص یا مرتکب قصد ضدیت و مخالفت مستقیم علیه جمهوری اسلامی رو داشته باشه، که ارسال خبر واقعی یا ویدیو از حملات اسرائیل به ایران نمیتونه مصداق ضدیت و مخالفت مستقیم با جمهوری اسلامی باشه. بنابراین این که سپاه هشدار داده که این موضوع در واقع جرم تلقی میشه، نه تنها اینکه همکاری با دول متخاصم نیست، بلکه اساسا در قانون مجازات اسلامی چنین جرمی تعریف نشده. اما
آقای الفت از امنیتی کردن فضا در چنین شرایطی معمولا چه بهره‌ای میبرند؟ خب از امنیتی کردن بهره میبرن که در واقع یک نوع فضای کنترل و سرکوب رو در واقع ایجاد میکنن و اظهار نظر و در واقع اون علاقه واقعی مردم ایران پنهان میمونه در فضای آزاد مجازی. وقتی که اعلام جرم بکنن طبیعتا مانع این میشن که خیلی ها بتونن راجع به حملات اسرائیل به ایران و اینکه این جنگ جنگ ایرانیست مانع از اظهار نظر اونها میشن و به نوعی خودش سانسور و ایجاد جو روانی کردن این موضوع هستش. سپاسگزارم از شما محمد علی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا که از تورنتو ما را همراه کردند. به دنبال حمله اسرائیل به شماری از مراکز نظامی در ایران، رسانه‌های داخلی از کاهش قیمت ارز و طلا در بازار خبر دادند. قیمت سکه طلا با 2 میلیون تومان کاهش به 53 میلیون تومان رسیده. تسنیم نوشته قیمت دلار از صبح امروز به کانال 66 هزار تومان برگشته. بعد از حمله اسرائیل بازار از چند ساعت در وضعیت بازار ارز چند ساعت در وضعیت بلا تکلیف قرار داشت و بسیاری از سایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا و ارز از دسترس خارج شده بودند. در همین رابطه محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با ما همراه میشن. آقای ماشینچیان، مشخصا خبرهایی هم که منتشر شده درباره کاهش قیمت ارز و طلا از سوی رسانه‌های حکومتی بوده، هنوز نمیدونیم واقعا روی زمین در بازار چه اتفاقی میفته. چطور میبینین تلاطم بازار رو در کشاکش تنش ها؟ درود بر شما. ببینید، سیاست غالب، سیاست حاکم بر جمهوری اسلامی به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت پزشکیان افزایش آهسته و پیوسته نرخ ارز بوده. یعنی این متفاوت است از سیاست قبلی که تثبیت نرخ ارز بود. یعنی تلاش حکومت این بود که نرخ ارز رو برای تا زمانی که میتونه ثابت نگه داره، ولی خب یه جاهایی به دلایلی تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای باعث می‌شد که اون فشار وارد آمدن، فشاری که روی نرخ ارز بود، اون فنر رها بشه، نرخ ارز ناگهانی دو برابر بشه. اما در دولت پزشکیان هدف این است که آهسته و پیوسته نرخ ارز افزایش پیدا کنه با یک سیاست، با یک پترنی. هدف این است که من ساده خیلی بخوام بیان کنم، 4000 تومان مثلا نرخ ارز بالا بره، بعد 2000 تومان این بیاد و اون وقت همه رسانه‌های حکومتی تیتر یک کنند که نرخ ارز ریخ، دلار نزولی شد و الی آخر. و حالا این البته دلایل مختلفی داره. یه دلیلش این است که بخش بزرگی از مردم ایران که ممکنه به فکر باشن دارایی های ریالیشون رو تبدیل به دلار کنن، همواره در یه موقعیتی قرار داشته باشن که ندونن الان من 64 هزار تومان بخرم یا قرار 62 هزار تومان بشه، حالا 66 هزار تومان بخرم یا قرار 64 هزار تومان بشه، و این روند حالا یه بخشی از تقاضا رو از بازار حذف میکنه و در این حال دولت نوسانگیری میکنه، از این موضوع استفاده میکنه تا اینکه از این افزایش قیمت ها یه سودی کسب کنه و در این حال فاصله بین نرخ واقعی ارز و نرخ بازار هم به مرور کمتر باقی میمونه. اما در مورد حمله دیشب کاملا روشن و مشخص بود که از قبل این یه پروتکلی طراحی و ابلاغ شده بود و در نتیجهش علتش هم این بود که حمله دیشب اسرائیل و عواقب اقتصادی اون دیگه مسئله اقتصادی برای حکومت به حساب نمیاد، بلکه یک مسئله حیثیتی و سیاسی و خود هویت و شخصیت نظام رو میتونه تحت شعاع قرار بده. در نتیجه تمام این سیاست ها از دیشب کاملا کنار گذاشته شد. سیاست غالب این بود که به هر قیمتی که شده، اولا با حذف همه سیگنال های موجود در بازار، یعنی حذف همه رسانه ها و فعالان بازار که میتونن در کشف نرخ ارز تأثیر داشته باشن، این همه اینها حذف بشن، هیچ کس قیمتی نرخی اعلام نکنه. یه نرخ شازی هم اعلام کردن به عنوان مثلا 65 هزار تومان که خیلی زیر نرخ بازاره، برای اینکه اگر کسی که اون رو هم اعلام کنن به عنوان اینکه با نرخ در حال نرخ دلار در حال افزایش نیست. سپاسگزارم از شما محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با ما همراه بودند.
اما دقایقی پیش دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل آمریکا رو هم دست اسرائیل در حمله به اهداف نظامی در ایران معرفی کرده و اعلام کرده که جنگنده های اسرائیل از حریم هوایی عراق در فاصله 70 مایلی از مرز ایران حمله کردند به خاک ایران. همینجا تیز اول امروز شنبه 5 آبان ماه به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همینجا.